در ارتباط مستقیم هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از مشهد با ما هستند. خوش آمدید هر دو آقایان، ممنونم که ملحق شدیم به این برنامه ما. بذارید شروع بکنیم از این مسئله که معمولا آقای خامنه‌ای که خب در 8 سال گذشته در نماز جمعه حضور نداشته، وقتی که قراره در نماز جمعه شرکت بکنه و حاضر بشه، معمولا انتظار میره که صحبت‌های مهمی رو ایشون مطرح بکنه. آیا فکر می‌کنید صحبت‌های امروز او توانست که راضی بکنه هوادارانشون رو؟ با آقای متین شروع بکنیم. از من خواستی از آقای جوادی حصار؟ از با آقای متین شروع بکنیم، ممنون میشه. بله، خواهش میکنم. من فکر میکنم صحبت آقای خامنه‌ای قابل انتظار بود با توجه به اصطلاح رویه ایشون در گذشته در رابطه با مسائل داخلی. همچنان که انتظار میرفت، طبق معمول آقای خامنه‌ای مخالفین جمهوری اسلامی، کسانی که از مرگ قاسم سلیمانی ابراز شادمانی کردن و اینها رو مربوط به خارج از کشور دونست، منتسب به نیروهای خارجی کرد و بر به اصطلاح اون بخش از جامعه ایران که همراهی کردن در تشییع جنازه تاکید کرد. البته در اون هم خب تمام حقیقت رو بیان نکردن. مثلا در مهابات خانواده یکی از جان باختگانی که در هواپیمای اوکراینی بودن، به اصطلاح پرچم جمهوری اسلامی رو از روی تابوت کنار زدن، یا در سنندج شعارهای ضد حکومتی ابراز شد در حین تشییع جنازه به اصطلاح قربانیان این سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی. در اون مورد هم البته عذرخواهی نکردن به عنوان فرمانده کل قوا، بلکه فقط ابراز دلسوزی کردن و به یک سری ابهامات اشاره کردن. اما در مجموع همچنان که گفتم در عرصه داخلی کماکان از موضع در واقع مشتاهنین، اگر بخوایم توصیف بکنیم، برخورد کردن به مخالفین و عملا بر همون رویه قبلیشون تاکید کردن. البته اگر در مسئله داخلی به این شکل رفتار کردن، در مسئله خارجی، در رابطه به اصطلاح خارجی، حتی تغییر کمتری هم مشاهده شد. در عرصه داخلی حداقل اذعان کردن به اینکه کسانی هستند که در واقع همراه نبودن در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی با اون جزئی که دولت جمهوری اسلامی بیان میکرد، یا مثلا به شعار نقضنا لبنان اشاره کردن. این دو اذعان خودش نشون میده که خب بالاخره میزان اعتراضات تا حدی بوده که حتی ایشون هم مجبور شدن اینو بیان بکنن در خطبه نماز جمعه. ما در عرصه سیاست خارجی همون رویه عدم مذاکره با آمریکا رو تکرار کردن و در واقع مسیری که ترسیم کردن در رابطه با بحران هسته‌ای و رابطه با آمریکا، به نظر میرسه که کشور رو به سوی مراحل حتی خطرناکتری سوق بده، چون در فقدان تمایل به مذاکره، حتی تمایل به مذاکره بر سر عدم سازش با آمریکا، در واقع جمهوری اسلامی رو در خطی قرار میده که ناگزیر هست در واقع از طریق نظامی عمل کنه، از طریق تحریک‌های نظامی بیشتر، از طریق احتمالاً حمله به پایگاه‌های آمریکا، حالا به طور مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی، و این در این ماه‌های منتهی به انتخابات در آمریکا ممکنه منجر واقعاً به درگیری‌های شدید یا حتی جنگ بشه، و این به نظر من خیلی نگران کننده است. بله، ممنونم از شما. اگر بذارید نظر آقای جوادی حصار رو هم بشنویم، شما چه فکر می‌کنید در مورد صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای؟ به نام خدا. بخشی از صحبت‌ها رو خب جناب آقای متین اشاره کردن. به نظر من یکی از مهمترین بخش‌هایی که باید در این صحبت بهش پرداخته می شد و مصطفی هم پرداخته می شد، بحث مهم انتخابات بود. ماجرای سردار سلیمانی و ماجرای اسقاط هواپیما توسط بخش هوافضایی سپاه به طور نسبی بهش پرداخته شد، ولی به نظر من اون بخشی که مورد استفاده خاص قرار گرفت و فضای کشور رو به طور جدی ملتهب کرده، اون بخش سوء استفاده‌ای بود که متاسفانه مثل همیشه یه جریان سیاسی از فضاهای عمومی میکنه و از این جور اتفاقات همیشه انحصار طلبی و مصادره به مطلوب رو هدف قرار میده. بحث انتخابات رو که رهبری گفتن در به موقعش در موردش صحبت میکنیم،
فکر میکنم با توجه به تمرکزی که ایجاد شده بود در این قضیه اگر بهش پرداخته میشد بهتر بود. جریان مهمی از کشور الان نسبت به آینده کشور که در حقیقت سرمایه اصلی نظام اونجا تعریف میشه که امید و نشاط و حضور مردمی هست و خود رهبری هم بهش اشاره کردن که ما سرمایه نظامیمون سرمایه اصلیمون نیست، سرمایه اصلی من ما حضور مردم در رسانه ها هست، در موضوع انتخابات بود که به نظر من کم بهش پرداختن. بله، البته ایشون کم به قول شما بهشون پرداخت، ولی یک موردی که اشاره شده مثلا در شبکه‌های اجتماعی این هست که مثلا آقای خامنه‌ای حتی در مورد انتخابات در مورد رد صلاحیت شدن نامزدها اصلا صحبت نکرد، که حالا شما میگین که احتمالاً میخوان که بعداً در موردش صحبت بکنن. ولی اگر بخوایم به هر حال مثلا نگاهی بکنیم، آقای جوادی حصار از شما میپرسم، به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده کل قوا آقای خامنه ای صحبت میکردن، تا چه حد آقای خامنه ای در این سخنرانی مسئولیت رو پذیرفت مثلا در مورد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی؟ خب طبیعی بود آقای جوادی صحبت... بله عرض کردم صحبت ایشون کاملا روشن بود، روشن از این جهت که بالاخره افراد مسئولیت باید بپذیرن، از فرماندهان سپاه هم که آمدن مسئولیت پذیرفتن تشکر کرد، ولی این من یه بار دیگه هم گفتم، البته آقای خامنه ای انتظار می رفت که دست کم، چون قبلا خود سپاه گفت که ما اشتباه کردیم و ایشون خب فرمانده کل قوا هستن، فرمانده سپاه هستن، انتظار می رفت که دست کم شاید عذرخواهی بکنن، ولی آقای خامنه ای عذرخواهی نکرد و در واقع تشکر کرد از سپاه. خب عرض کردم بنده هم دارم حرف شما رو میزنم، من میگم که سلسله مراتب فرماندهی بالاخره باید رعایت بشه، حالا مقامات بالاتر از اون فرمانده هوافضای سپاه هم هستن که اگر قرار باشه شاید اونا این کار رو انجام بدن، ولی ایشون همدردی و دلسوزی و ابراز تأسف از این کارها رو انجام دادن. من فکر میکنم حالا این که حتما ایشون بیان این کار رو بکنن، نمیدونم چرا مصلحت رو ندونستن نکردن، شاید میکردن خوب بود، شاید بعضی ها میگن این مایه تضعیف مثلا ارکان میشه، اینا چیزاییست که ما هم یعنی بنده حداقل قصد ورود به بحثش رو ندارم، چون تیغ دو لبه است، ما نمیتونیم بگیم حتما ایشون باید معذرت خواهی میکرد یا نمیکرد، ممکنه یه دی بگن که اگر معذرت خواهی میکرد مثلا یه سوء استفاده هایی از این میشد که مثلا قوای نظامی کشور تضعیف بشن یا مثلا برعکسش تغییر بشن. شما در این باره چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اگر عذرخواهی میکرد رهبر ایران میتونست فضا رو آرومتر بکنه و حالا که نکرده فکر میکنید چه تأثیری بگذاره؟ من فکر میکنم عذرخواهیشون قطعا کمک میکرد به اون بخش از مردم در ایران که به طور سنتی حداقل نزدیک بودن به پروژه اصلاح طلبی در ایران و علارغم هر مشکلی که با جمهوری اسلامی یا شخص آقای خامنه‌ای داشتن شاید به نوعی وفادار بودن به مکانیسم‌های درون جمهوری اسلامی برای مدیریت وضعیت سیاسی. به نظر من نبود این عذرخواهی رسمی این بخش از مردم رو اتفاقا دورتر میکنه. و اگر اجازه بدید برگردم به مسئله انتخابات که خیلی مهم است، آقای جوادی حصار اشاره کردن، خب بحث انتخاب خیلی مهم بود، حتی در دوران انتخاب آقای روحانی هم میدونید که یک بحث بزرگی در میان مردم جاری بود بر سر اینکه ازن شرکت کردن درست هست یا نیست. من فکر میکنم که نوع برخورد دولت با اعتراضات زمستان 96 و آبان امسال و بعد از این تحولاتی که بعد از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی رخ داده، به یک شکلی این بحث رو به سوی موضع کسانی سوق میده که فکر میکنن که مشارکت در انتخابات اتفاقا فقط بر تداوم وضع موجود خواهد افزود و راهی از برای برون رفت از وضعیت فعلی در ایران به وجود نخواهد آورد. و اتفاقا این رد صلاحیت های گسترده که در حال رخ دادن است و انجام گرفته، اتفاقا خود اصلاح طلبان رو حداقل بخشی از اونها رو یعنی رهبرانشون رو قانع کرده که این واقعا مسئله درست است. من توییت های از آقای تاج‌زاده و دیگران دیدم که خب میگن که ما در انتصابات شرکت نمی کنیم، یعنی به تلویح میگن که با رویه‌ای که در رد صلاحیت هستش دلیلی برای حضور ندارن. یعنی اگر اونها در اون سطح به این نتیجه رسیده باشن که دیگه تکلیف مردم عادی که در واقع همچنان که گفتم بنا به مصلحت‌های غیر از تعلق سیاسی به اصلاح طلبها در انتخابات شرکت کردن، تکلیف اونها که روشن هست.
ولی این ایده عذرخواهی به نظر من اصلا جایی در ادبیات سیاسی و درک سیاسی آقای خامنه‌ای نداره، چرا که سیاست از نظر اونها عملا اعمال قدرت و صحبت کردن از موضع قدرت است و هر چیزی که این رو حالا از نظر او ایشون خدشه دار بکنه چیزی است که باید ازش اجتناب کرد، در حالی که عذرخواهی در میان سران کشورهای دنیا دیگر دنیا کاملا مرسوم است در مورد مسائلی که بالاخره دولت یا اون رهبر دولت بالاخره نقش مستقیمی در یک مسئله‌ای داشته که موجب نگرانی و یا تأسف مردم اون کشور شده. بله اتفاقا مسئله‌ای که خیلی در دست کم شبکه‌های مجازی مطرح شد برخورد نخست وزیر کانادا بود با این حادثه و برخورد رهبران ایران که مردم اینها رو با همدیگه مقایسه می‌کردن. آقای جوادی اسار، اگر بخوام به شما برگردم، آقای خامنه‌ای در بخشی از صحبت‌هاشون گفتن که کسانی که در واقع عکس قاسم سلیمانی رو پاره کردن، آقای خامنه‌ای بهش گفت که اینها چند صد نفر بیشتر نبودن در مقابل میلیون‌ها آدمی که عزاداری می‌کردن و در واقع گفتش که اینها مردم ایران نیستن، تابع رسانه‌های خارجی هستن، جوانان احساساتی هستن. فکر می‌کنین با این ادبیات و با این قلمداد کردن مردم، جدا کردن این بخش از مردم از بقیه، آیا میشه آشتی ملی بتونه نظام ایران ایجاد بکنه؟ من این برداشتی که از تعالی می‌فرمایید رو با این کلیتش از اون سخن ندارم. ایشان در برابر اون افرادی که تفکیک هم کردن گفتن ده جوانهایی هستن که بالاخره اینا ممکنه احساساتی بشن، ممکنه اقفال، ممکنه گول بخورن، ولی یه عده دیگه هم هستن که نه، اونا دارن توطئه میکنن، دارن برنامه‌ریزی میکنن. اینا رو اولا تفکیک کردن از هم دیگه، ثانیا گفتن این 300 نفر 400 نفر یا 1000 نفر یا 2000 نفری که حالا من بقیهش رو عرض میکنم، اینا آمدن و این کار کردن، آیا اینا ملت ایرانن؟ ولی اون بخشی که مثلا آمدن برای سردار سلیمانی این کار کردن، اونا ملت ایران نیستن، ملت ایران اونا هم هستن، یا به تعبیر من اونا هم هستن. ببینید بحث اینه که حتی من معتقدم همین هایی که الان وسط خیابونن و معترضن و از حتی اگر متهم بشن به سوء استفاده از فضایی که بعد از ساقط کردن هواپیما به دست آمد و ریختن تو خیابون، باید سوال بکنیم اون فضا رو کی درست کرد؟ اصلا اینا فرزندان ایران هستن بدون تردید، جوانان این آب و خاک هستن بدون تردید، اما این فضا رو کی درست کرد؟ اگر همون لحظه که هواپیما ساقط میشد اطلاع رسانی درستی انجام میگرفت و میگفتن که آقای هواپیمایی رو ما اشتباهی زدیم، حالا از مقامات مسئول داخلی و خارجی بخواهن بیان برش اقدامات لازم رو انجام بدن، همون کاری که الان داره انجام میشه. اگر همون لحظه اولی اطلاع رسانی میشد و سه روز تلویزیون تلاش نمیکرد برای انحراف افکار عمومی و اقفال و یا در واقع پنهانکاری، خب واقعا این اتفاقات نمی افتاد. الان اون چیزی که مردم رو عصبانی کرد و ناراحت کرد و ریخت تو خیابون، اون فضای بعد از سقوط هواپیما بود، نه اصل سقوط هواپیما. اصل سقوط هواپیما حالا همه دیگه پذیرفتن که خطا بوده، اشتباه بوده، خب بی خودم بوده این اتفاق افتاده. حالا این رو دیگه من الان نمیخوام بگم که کار عمدی بوده یا غیر عمدی بوده، ولی بر تقدیر یه کاری بوده که نمیشد خیلی بهتر بود. اما حالا که شده، چرا پنهانکاری، چرا نگه داشتن این قضیه، چرا تلاش برای به کجراه بردن اطلاعات؟ این همون موردی هست که مردم مثلا در شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره میکنه و خیلی ها از جمله خانواده‌های کسانی که داغدار هستن انتظار داشتن که حداقل مقامی که مسئول یک مقامی مسئولیت رو بپذیره، و حالا مثلا آقای خامنه‌ای به نظر میاد انتظار داشتن که عذرخواهی بکنه و این مسئولیت رو بپذیره که دست کم اطلاع رسانی درست نشده در سه روز ابتدای این حادثه. و این به نظر من یک مسئله است که باید ادامه پیدا کنه. یعنی اون خود رهبری هم اشاره کردن به قضیه که ابعاد پنهانی داره، که اون ابعاد پنهان باید رسیدگی بشه که چرا این اتفاق افتاده. این یک خط سیره، یک مکانیزم در صدا و سیما، در اطلاع رسانی در کشور، که بنابر یک تحلیل و یک نظارت استثوابی گونه در همه ابعاد، هر چیزی که به مصلحت تلقی بکنن به جامعه بگن. مثل که الان اهالی شورای نگهبان به مصلحت نمیدونن که یه عده بیان برن مجلس، هیچ بهانه ای هم پیدا نمیکنن، نصف کشور، نصفی از یعنی به اتفاق این افرادی که رد صلاحیت شدن، چه نماینده چه غیر نماینده، اینا رو به اتهام عدم التزام به اسلام، عدم اعتقاد به اسلام و التزام عملی به اسلام رد صلاحیت کردن. آخه اگه نیمی از کاندیداهای این کشور
که خودشون داوطلب نمایندگی برای خدمت به مردم کردن، اینا اعتقاد به اسلام و التزام عملی به اسلام ندارن، خب پس چه کسانی میخوان بیان کشور رو اداره بکنن؟ یا چه کسانی اداره میکردن تا حالا؟ متاسفانه نظارت استصوابی چون پای دندون خیلی از آقایون مزه کرده، تو تمام سطوح حتی در حوزه اطلاع رسانی هم دارن این نظارت استصوابی رو رسوخ کنم. اگر اجازه بدیم بریم سراغ آقای متین. آقای متین، اگر برگردیم به مسئله سیاست خارجی در صحبت‌های آقای خامنه‌ای، خب که به صورت سنتی به آمریکا تاختن و از اروپا هم انتقاد شدید کردن، فکر می‌کنید سخن‌های امروز آقای خامنه‌ای در چه موقعیتی قرار بده حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو، که بخواد بعداً در دیپلماسی آیا دستشو باز می‌ذاره، می‌تونه مذاکره بکنه بعداً؟ بله حتما. فقط من کوتاه اشاره بکنم که این مطالبی که آقای جوادی سال گفتن در مورد شورای نگهبان کاملا درست است، ولی شورای نگهبان ترکیبش به اراده آقای خامنه‌ای تا حد بسیار زیادی بستگی داره. اعضای به اصطلاح انتصابیش از سوی رهبر 6 نفر تعیین میشن و قطعا شورای نگهبان نمیتونه خارج از اراده آقای خامنه‌ای این به این شکل گسترده رد صلاحیت بکنه. در نتیجه من فکر نمی‌کنم این تمایز بین شورای نگهبان از یک سو یا آقای خامنه‌ای اونطوری که آقای جواد اسحاق به تلویح میگفتن درست باشه. اما در مورد سیاست خارجی، بله، اگر هم تمایلی در حکومت آقای روحانی برای نوعی گفتگو حالا سازش یا محرمانه یا به اصطلاح آشکار هم وجود داشت که به نظر من بعد از قتل قاسم سلیمانی خیلی بعید هست که وجود داشته باشه، این رو هم آقای خامنه‌ای به صلاح آب پاکی روی دست آقای روحانی ریختن، به این معنی که گفتن ما مذاکره ابا نداریم ولی نه با آمریکا. خب مشکل ایران در حال فعلی با آمریکاست. صرف نظر از درستی یا نادرستی موضع ایران در کل این ماجرا، صرف نظر از اینکه آمریکا به اصطلاح از این قراردادی که خودش امضا کرده خارج شده و این نادرست هست به لحاظ عرف بین‌المللی، وضعیت مسئله این است که ایران و ایالات متحده در یک رابطه قدرت بسیار نابرابر قرار دارند و صرف اصرار بر در واقع عدم مذاکره به دلیل این که گویا موضع ایران درست هست، فی نفسه هیچ به اصطلاح فضیلتی نداره، چون این موضع ایران رو داره به سوی یک در واقع فروپاشی پیش میبره به دلیل خطر جنگی که در واقع انتهای این مسیر هست. آمریکا به هر دلیل حالا نمیخواد قبل از مذاکره هیچ کدوم از این تحریما رو برداره. ایران هم لازم نیست که به اصطلاح بگه که حتما باید تحریم برداشته بشه بعد ما مذاکره کنیم. خب اگر تحریم برداشته بشه که دیگه موضوع حله. یعنی این اصرار بر عدم مذاکره به اصطلاح همون تعبیری که آقای جوادی سال در یک مورد دیگه به کار بردن، شمشیر دو سر هست. چون اگر مذاکره نکنن که خب وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد و با توجه به تحولاتی که رخ داده به نظر من ایالات متحده الان اتفاقا اشتهای بسیار کمتری برای سازش با ایران یا دادن امتیاز داره. اگر هم خب مذاکره بکنن که خب اون موقع این ادبیات سخت و سفت آقای خامنه‌ای دیگه در واقع عدم انسجام خودش رو نشون میده و از نظر آقای خامنه‌ای ضعف ایشون رو نشون میده که اون هم ظاهرا برایشون قابل قبول نیست. یعنی ادبیات و رویه آقای خامنه‌ای به نظر من هم خودش، هم ایران و هم حکومت آقای روحانی رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. بله، ممنونم از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل، و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما. متشکرم از شما آقایون که به ما پیوست.